دوستان و شنوندگان عزیز سلام، وقت شما خوش. در برنامه امروز ادامه صحبت‌های دور قبلمون راجع به ایران هست که ما در قسمت اول این برنامه تیتروار در واقع اشاره کردیم به مشکلاتی که جامعه ایران باهاش دست به گریبان هست و امروز سعی می‌کنیم راجع به اون چند موردی که ذکر کرده بودیم، سه مورد اساسی، توضیحاتی بدیم که روشن‌تر بشه مشکلات چیست، چه انتظاری باید داشت، کدوم یک از این مشکلات امید رفع و حل و فصلش هست و کدومش به نظر نمیاد به این زودی ها در واقع حل و فصل بشه. گفتیم که سه مشکل اساسی، سه معضل اساسی و سه گرفتاری بزرگ جامعه ایران داره. یکی مشکل تاریخیشه، یکی فساد دستگاه‌های اداری هست، یکی هم فشارهای خارجی. و اما در مورد اول، مشکل تاریخی داستانش چیه در ایران؟ واقعیت این است که نه فقط ایران، هر جامعه دیگری که بخواد رشد کنه باید که بتونه جامعه پسنداز کنه، سرمایه رو انباشت کنه و بعد بتونه این سرمایه پسنداز شده و انباشت شده رو بتونه در زمینه‌های تولیدی و سازنده به کار بندازه و برای اینکه بتونه این کار رو بکنه مستلزم این هست که آدم‌ها تو جامعه دو تا حق داشته باشن یا دو تا مزیت، شاید بشه نمیدونم اسمش چی باید گذاشت، داشته باشن و اونم این است که باید افراد هم امنیت مالی داشته باشن و هم امنیت جانی داشته باشن، چون اگر افراد و مردم نه امنیت مالی داشته باشن یا امنیت جانی نداشته باشن، طبیعتاً میل و علاقه ای به این که بخوان پسنداز کنن، انباشتی سرمایه و پولی انجام بدن و بعد بتونن این سرمایه رو در زمینه‌های تولیدی به کار بندازن که خودش مستلزم برنامه‌ریزی‌های دراز مدت و بلند مدت هست، اون کار اگر نتونن در واقع اون امنیت مالی و جانی خودشون رو تضمین کنن و امیدی بهش داشته باشن، طبیعتاً بهش متوسل نمیشن. گرفتاری تاریخی که یکی از در واقع موانع اصلی رشد اقتصادی و رشد صنعتی و رفاه جامعه ایران هست، این است که تاریخاً به خاطر نوع حکومت‌هایی که در ایران برای سالیان سال بودند، در زیر لوا و تحت سلطه این حکومت‌ها هیچ کسی امنیت مالی و جانی نداشته. یه تمایزی رو در واقع اینجا باید قائل بشیم بین نوع حکومت‌هایی که در غرب وجود داشته که در دورانی قبل از انقلاب صنعتی و قبل از انقلاب فرانسه، در دوران قبل از اون حکومت‌های دیکتاتوری بودن در واقع توی اروپا، نوع حکومتی که در ایران، حکومت‌هایی بهتر بگم که در ایران وجود داشتن، نمیشه بهشون گفت حکومت‌های دیکتاتوری. دلیلش هم این است که دیکتاتوری که در غرب وجود داشته، درسته که محدودیت‌ها، موانع و محظوراتی برای افراد وجود داشته در زمینه‌های زیادی، ولیکن تابع یک، حالا یا به خاطر سنت بوده یا به خاطر تاریخشون بوده، دلایل زیادی میتونه داشته باشه، ولیکن مردم در این حکومت‌ها علارغم اینکه حکومت‌هاشون هم دیکتاتوری بوده در کشورهای غربی، ولی مردم امنیت جانی و مالی داشتن، به این مفهوم که مثلا پادشاه انگلستان یا پادشاه فرانسه یا هر کدوم از این فرمان روایان حکومت‌های غربی در دورانی که سیستم حکومتیشون دیکتاتوری بوده، نمیتونستن بیان کف خیابون یه دفعه انگوش بذارن روی یه نفر بگن برید گردن اینو بزنید یا اینو اعدامش کنید. از اون طرف هم هیچ وقت دیده نشده بود و هیچ وقت این کار رو نکردن این حکومت‌های دیکتاتوری غربی که بیان مال و اموال مردم رو از چنگشون به در بیارن. به نتیجه چون مردم هم امنیت مالی داشتن هم امنیت جانی داشتن، میتونستن که پسنداز کنن، انباشت سرمایه انجام بدن و بتونن اون سرمایه رو برای پروژه ها و برنامه های بلند مدت، چون واقعا طرح‌های بزرگ اقتصادی احتیاج به زمان داره، احتیاج به برنامه های بلند مدت 10 ساله، 20 ساله و 30 ساله داره و طبیعی است کسی میتونه برنامه ریزی برای 10 سال و 20 سال و 30 سال بکنه که اون امنیت جانی و مالیش تضمین شده باشه. اگر کسی نگران این باشه که فردا ممکن است به خاطر حالا فلان پادشاه فرانسه مس کرده یا یکی دیگه تو انگلستان به کلش زده بگه بیاد گردن فلانی رو بزنید یا بگه مال و اموالش ازش بگیری، طبیعتاً هیچ کس نه میلی به پسنداز داشت و نه سراغ برنامه ریزی و مخصوصاً برنامه ریزی های بلند مدت میره.
در ایران هم چیزی نبوده. به همین دلیل حکومت هایی که در ایران بودن رو به نظر من نمیشه بهشون گفت حکومت های دیکتاتوری. بهتره که به اینها بگیم در واقع نوع حکومت هایی که در ایران بودن حکومت های استبدادی یا جباریت سیاسی بوده در ایران، به طوری که همین جباریت سیاسی و استبداد سیاسی که در طی دهه‌ها و سال‌ها و قرن‌های مختلف در واقع تو ایران وجود داشته باعث شده بوده که هیچ کس تو ایران امنیت مالی و جانی نداشته باشه. این نداشتن امنیت جانی و مالی فقط مخصوص یا ویژه افراد عادی جامعه نبوده، بلکه میتونستید در حکومت‌های ایرانی شما یکی از صاحب منصبان بزرگ حکومتی باشید ولی باز هم امنیت جانی و مالی نداشته باشید. کما اینکه مثلا شما ببینید یه نفر نخست وزیر ایران مثل امیرکبیر یه دفعه آقای ناصرالدین شاه مست میکنه، حالا توطئه‌ها و دسیسه‌های مادرش و این چیزا جای خودش، ولی منظورم این که جامعه ایرانی جامعه‌ای بوده که آقای ناصرالدین شاه میتونسته دستور بده که رگ نخست وزیر مملکت رو بزنن. یا نمونه هاش خیلی زیاد بوده در واقع که آدم هایی بودن که مناصب و مقامات بسیار برجسته و صاحب نفوذی تو ایران داشتن ولی یهو می دیدی دو هفته بعدش جسدش سر دروازه شهر آویزون بوده مثلا. یا بسیار دیده شده که فرمان روایان ایرانی می اومدن مثلا بچه های خودشونو کور می کردن و از این نوع دخالت ها در زندگی مردم و این نوع فشارها طوری بوده موقعی که دیگه نخست وزیر مملکت یا افراد صاحب منصب و صاحب مقام مملکت اینها امنیت جانی نداشتن، دیگه حالا روز افراد عادی جامعه مشخص و معلوم است. بنابراین موقعی که مردم امنیت مالی، امنیت جانی نداشته باشن، طبیعتاً نگران این هستند که اگرم برن چیزی رو پسنداز کنند یا جمع‌آوری کنند معلوم نیست که بتونن ازش استفاده کنند، چون فردا ممکن بود که پادشاه وقت دستور بده که گردنشو بزنن یا اینکه بلای دیگری سرش بیارن، تبعیدش کنن و هزار جور گرفتاری براش درست کنن. این یه مورد بوده. مورد دومش نداشتن امنیت مالی بوده. همونطور که گفتم در حکومت‌های دیکتاتوری غرب هیچ وقت دیده نشده بود که مثلا یه پادشاهی یه سلطانی در یکی از این کشورهای غربی یهو مثلا دستور بده که بیان مال و اموال یه آدمو تمام و کمال ازش بگیرن، ورداره برای خودش یا اینکه ببخشتش به یکی دیگه، در صورتی که در ایران این یه رسم بسیار رایج و شایعی بوده در واقع که حکمروایانی که سر کار بودن یهو می‌دیدی بند می‌کردن و می اومدن مال و اموال یه نفر رو کاملا می گرفتن، مصادره می کردن یا به نفع خودشون یا به نفع کسانی که در اون مقطع تاریخی و در اون دورانی که اونها بودن به صلاح نورچشمی حکومت بودن. خب موقعی که امنیت جانی که نبوده، امنیت مالی اینجوری هم نداشته باشی، طبیعتا به فکر برنامه ریزی نمیفتی که بتونی یه برنامه بلند مدتی بریزی که بخوای در زمینه های مختلف تولیدی، صنعتی و به هر حال رشد جامعه دست به کاری بزنی و برنامه ریزی کنی. چرا؟ اینکه از اون طرف ممکن بود خودتو بکشن، از اون طرف ممکن بود اگرم پروژه‌ای رو شروع می‌کردی، برنامه‌ای رو برای پیشرفت و توسعه و ترقی شروع می‌کردی، وسط کار بیان دار و ندارت در واقع ازت بگیرن. و این یکی از مشکلات بسیار بسیار اساسی جامعه ایران هست که تا به امروز هم ادامه داره و مختص وضعیت کنونی هم نیست. آقای دکتر کاتوزیان در یکی از نوشته‌های خودشون اشاره می‌کند که یکی از ثروتمندان بسیار صاحب نام ایران در زمان حکومت شاه هم و ایشون گفته بوده که ما هر چی در میاریم و دار و ندار خودمون را همه رو منتقل میکنیم به خارج، تو ایران نگه نمیداریم. چرا؟ چون اونا هم نگران همین داستان بودن که یهو ورق برگرده، یا بخوان بلای سر خودشون بیارن یا اینکه بخوان دارایی ها و اموال و املاکی که داشتن ازشون بگیرن. و این وضعیت در شرایط کنونی بسیار بسیار بدتر شده در واقع، و کسی در واقع به فکر انباشت، به فکر پسنداز کردن، به فکر برنامه ریزی کردن برای آینده نمیفته در واقع. و همین داستان هم باعث شده برخلاف اون که خیلی ها تصور میکنن اگر انقلاب نشده بود ایران مثلا به کره جنوبی تبدیل میشد، اون اتفاق نمیافتاد.
برای خاطر اینکه عدم امنیت مالی و عدم امنیت جانی در واقع اجازه نمیداد که کسی همونطور که گفتم بخواد به فکر آینده و به فکر برنامه ریزی باشه و کارهای از این دست بکنه، به اضافه اینکه البته اون خودش دیگه نکته دیگری است که در بحث دیگری باید بهش پرداخت، که اگر هم کشورهای مثل کره جنوبی و امثال اونها تونستن همچین پیشرفت‌هایی بکنن، صرفاً به خاطر این بود که در دوران جنگ سرد در واقع و کره جنوبی چون در کمپ آمریکا و در اردوگاه آمریکا بود، بهش اجازه دادند که یک برنامه اقتصادی و روش اقتصادی رو پیش ببره که در واقع سرمایه‌گذاری‌های بزرگ رو دولت بتونه انجام بده و از این طریق جامعه رو به جلو ببره. شما اقتصاد کره جنوبی رو اگه مطالعه کنید می‌بینید که تمام این مؤسسات بزرگ و غول‌پیکر صنعتی و اقتصادی و مالی که توی کره جنوبی درست شده همه در واقع به کمک دولت با برنامه ریزی دولت و عمدتاً با سرمایه‌داری دولتی انجام گرفته، در صورتی که در کشورهای دیگه به هیچ کشوری غرب و آمریکا اجازه نمیداده که بتونه یه سیاست اقتصادی رو که به نفع جامعه خودش باشه از پیش ببره و اصولاً و عموماً تلاش میکردن که در واقع این جوامع را به شکلی و به انواع مختلفی در واقع وابسته به خودشون نگه دارن که نتونن قد علم کنن، نتونن روی پای خودشون بیستن و نتونن یه رفاهی رو برای جامعه خودشون به ارمغان بیارن. این نکات رو تا اینجا داشته باشید تا راجع به موارد بعدی در برنامه‌های دیگر باهاتون صحبت کنیم و بنابراین تا برنامه دیگر، شب و روز و روزگاران به همه شما خوش.